با درود بیکران بار دیگر با شما هستیم در میزگرد پادیاوند. من آبیهای رحیمی میزبان مهمان گرامی هستم از پاریس. خانم دفتریان به برنامه ما خوش آمدید. درود بر شما بانو آبیهای رحیمی گرامی و درود بر شنوندگان و بینندگان این اندیشکده آرسیخو یا تالار پادیابند. بسیار سپاسگزارم که به من زمان دادین تا با همیهنان و همزبانانم سخنی بگم. آنچه که مد همیشه برنامه امروز روز پزشکی و بزرگداشت پوسینا هست و جایگاه این فرهیخته در جهان دانش و ما تا اندازه درباره زندگانی پورسینا که میدونیم که در روستای افشانه نزدیک بخارا که در حال حاضر در ازبکستان کنونی هست و در ایران بزرگ در سده پنجم هجری متولد شده بوده و آنچه که از همه مهمتره پارسیگویه او بوده و اینی که زبان مادریش پارسی بوده و پدرش نیز از صاحب منصبان حکومت سامانی بوده و همینطور در مدرسه بخارا ایشون تحصیل کردند و پدر و برادر پوسینا مجلس تبلیغات اسماعیلیه بودند و آنچه که او را به عنوان یک فرد فرهیخته و فردی که یعنی زبانزد تمام دنیا هست و کتب او سالهای سال تدریس می شده در رشته پزشکی، در این روز پزشکی با خانم دفتریان هستیم. به برنامه ما خوش آمدید و این بزرگداشت پوسینا رو به یکدیگر باید شادباش بگوییم. میتونم سخن بگم با شنوندگان؟ بله بفهمید. سپاس از شما. بله، به همجور که آبیهای رحیمی گفتن، گرامی گفتن، روز 22 ماه اوت روز بزرگداشت این مرد دانشمند و ایرانی هست و این فرزند پاک ایران زمین در جهان گذشته و جهان امروز برای ما ایرانیان سرفرازی های بسیاری فراهم کرده. او رو شیخ الرئیس می نامیدن و برنامه یا لقب دیگری که به او دادن همه دان، کسی است که همه چیز میدونه، همه چیز دان مینامیدن و این جا هم داشته که چنین نامی برای او برگزینه. همینطور که بانا آبیهای رحیمی گفتن، پورسینا در بخارا که ازبکستان کنونی باشه چشم به جهان گشود و از همون کودکی ناتالی که از دوستان پدرش بوده به خونه اونا رفت آمد میکرد به هوشمندی این بچه یا این کودک پی برد و به پدرش گفت که او رو جز برای آموختن دانش به کار دیگری با نداره و به او هم تو گوشش خون که تو جز در راه علم و دانش در هیچ راه دیگری تلاش نکن و کوشش نکن و پورسینا این پند و اندرز رو به گوش گرفت و همیشه در پی آموختن دانش بود. دانسته های این نازنین فرهیخته بزرگ به اندازه ایست که شمارش من نمیتونم همه رو به یاد ببرم، ولی اون چه که بیشتر از همه او رو شناسونده در جهان یکی ورزیدگی او در کار پزشکی هستش و در اخترشناسی، ببخشید، در فلسفه، در فرزانگی. در پزشکی گویند که پسر نوح پسر منصور ببخشید بیمار میشه و هر پزشکی رو که بالا سر اون میارن از درمان او نمیتونه رو درمان بکنه تا اینه که به پورسینا پیشنهاد میکنن که تو برو و این جوان رو از بیماری رها بکن و او این کار رو میکنه و این بیماری رو درمان میکنه و به پاداش این کاری که او کرده بوده بهش پروانه میدن یا اجازه میدن که از نسک خانه یا از کتاب خانه ویژه
شاهزادگانه که کسی به اونجا راه نداشته، او بتونه سود ببره. و خود پورسینا در یادمانهاش گفته که من به کتابهایی برخوردم در این کتابخونه که بسیارانی حتی نام اونها رو نشنیده بودم و خود من هم برای نخستین بار با اونها روبرو می شدم و بسیار بسیار سپاسگزار بوده که و شاد بوده که از این کتابخونه تونسته سود ببره. کار دیگری که کرده بر این شده که در رشته فرزانگی یا فلسفه راه پیدا بکنه و به کتاب مابعد طبیعه ارسطو رو میاره. خودش میگه که من این کتاب رو هر چه میخوندم ازش چیزی سردر نمیآوردم، به گونه ای که دوباره و سه باره خوندم، تا 40 بار میگه که من این کتاب رو خوندم ولی باز هم ازش چیزی نفهمیدم، تا اینی که روزی داشته در بازار شهر، بازارچه شهر میرفته، بازار کتاب فروشان، بازار نسخ فروشان، دست فروشی رو میبینه که کتابی رو در دست داره که از فارابی هست. کتاب رو از اون میخونه که اون همین دار به گفته کتاب ارسطو رو به نام مابعد طبیعت به گستردگی باز شکافی کرده بوده که پس از اینه که اون کتاب رو میخونه در میابه کتابی رو که دیگه از بر شده بوده چون 40 بار رو میخونده بوده، در میابه که فلسفه یا فرزانگی ارسطو از چی سخن میگه و با باز شکافی هایی که میکنه، بازنگری هایی که میکنه، میگن که در فلسفه یا در فرزانگی ارسطو دگرگونی های تازه پدید میاره که بسیار بسیار در دانش فلسفه امروز کارساز بود. و وقتی که عبید اوزانی می نویسه که من تا پایان که از شاگردان او بوده، می نویسه که من تا پایان زندگی همیشه در کنار استاد بودم و استاد در حکومت شمس الدین دیلمی وزارت رو قبول میکنه و وقتی که اون میمیره پورسینا این استاد بزرگ وزارت پسر او رو نمیپذیره و این کار به اون پسر شمس الدین بسیار برمیخوره، شمس الدوله دیلمی بسیار برمیخوره و او رو زندانی میکنه و مدت ها استاد در زندان او بوده و در همون زندان هم که بوده 40 تا کتاب مینویسه تا سرانجام با پوشاک درویشان میتونه از اون زندان بیاد بیرون و از همدان میاد به اصفهان و از اصفهان دوباره شهرهای دیگر رو میگرده و سرانجام در همدان در میگذره در پی یک بیماری که بهش دوچار میشه و این استاد بزرگ دو کتاب بسیار بسیار ارزنده در رشته پزشکی نوشته، یکی قانون و یکی کتاب شفاست که در سال 1997 هنوز که هنوز 1997 چند سال پیش دانشگاه نیویورک دستور چاپ دوباره این کتاب رو میده. به این گونه میخوام بگم که نوشته ها و پژوهش ها و بررسی های این استاد بزرگ به اندازه گسترده و بزرگ و دانشی بوده که هنوز هست از نوشته های این سود میبره. و او در فلسفه استاد بوده و در پزشکی. کتاب قانون و کتاب شفا هر دو از کتاب های بسیار بسیار شناخته شده هستش. آرامگاه ایشون در همدان هست و کسی که این آرامگاه رو ساخته مهندس هوشنگ سیهون هست که از مهرازی یا معماری گذشته الهام گرفته که آرامگاه استاد رو همانند معماری زمان گذشته که یعنی گنبد کاووس باشه از اون اعلام گرفته به اون گذشته و اینجا یکی از جایگاه‌های
بازدید کنندگان گردشگران نیست که به ایران میرن و این استاد مایه سرفرازی ما ایرانیان شده. در دروزن این سالها بسیار بسیار از او یاد کردم و همچون که گفتم از کتابهای او و نوشته های او بسیار سود بردند و میبرند و ایشون 450 کتاب نوشتن که مهمترینشون همچون که گفتم قانون و شفا. من در اینجا سخنم رو به پایان میبرم درباره این استاد بزرگ و اگر پرسشی باشه بتونم. تشکر از خانم دفتریان در قسمت نخستین پورسینا که درباره آثار طب، فلسفه ریاضی و طبیعی و همینطور که در کتاب شفا و قانون در طب آمده با خانم جاله دفتران از پاریس بودیم. با ما باشید تا برنامه دیگر. بدرود و پاینده ایران. بدرود تا درود دیگر.